شبتون بخیر، نگار محمدی هستم. در ابتدا برای بررسی تجمعات روز 16 آذر و 17 آذر کیانوش سنجری همراه ماست تا از جزئیات این تجمعات برای ما بگه آخرین خبرها چیست. درود بر شما نگار محمدی. خب برخلاف آنچه که سردار علی فضلی فرمانده سابق سپاه سید شهدا که امروز به عنوان جانشین رئیس بسیج ستاد بسیج مستضعفین انتخاب شد که گفته بود در برخورد با دانشجویان قصد هستش که از برخورد فرهنگی استفاده بشه و حتی به اونها در دانشگاه‌های مختلف گل اهدا بشه، شاهد بودیم که در تجمعات 16 و 17 آذر ماه دست کم 6 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدن. نام های این دانشجویان منتشر شده: میثم هاشمی، نوید سلطانپور، نیروفر اثباتی، بردیا نجار، طاهر دخان، خاریان، مهدی بلخاری، مجید توکلی. دانشجوی پلی‌تکنیک هم پس از برگزاری مراسم 16 آذر ماه در هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شد. ایشون رو پیش از بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. خبرگزاری فارس که یک خبرگزاری است وابسته به سپاه پاسداران، عکسی از مجید توکلی منتشر کرده که با لباس دخترانه هستش که دانشجوها میگن این عکس جعلی هست و برای تخریب شخصیت این دانشجو در این خبرگزاری امنیتی به کار برده شده. همچنین از بازداشت غلام محمدی و طاهر جعفر طهماسبی از دانشجویان دانشگاه تهران هم خبر داده شده. در شیراز هم سعید آگنجی و رازیه جعفری بازداشت شدند. گفته شده که این دو دانشجو در پی احضار به اداره اطلاعات این شهر که این اداره اطلاعات معروف است به پلاک 100 در شیراز بازداشت شدند، دستگیر شدند. تعداد بازداشتی های دانشگاه شیراز تا این لحظه حدود 8 نفر گزارش شده. تعدادی از دانشجویان کرد هم در پی تجمعات 16 آذر ماه در دانشگاه تهران بازداشت شدن. یکی از این بازداشتی ها کیانوش آسا هست، برادر کیانوش آسا هستش که پس از انتخابات در تهران به ضرب گلوله نظامیان کشته شد. در بین این بازداشت شدگان فرزاد کلب علی هم دانشجوی کردی هستش که بازداشت شده. ایشون یک دانشجوی ممتاز هست در رشته دکترای جامعه شناسی که هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شده. این برخوردهایی بود که از 16 آذر 17 آذر تجمعاتی که صورت گرفت. خب دیروز هم تجمعی شد. دیروز همین می‌خواستم اینو بپرسم که تجمعات دیروز چگونه بود و حالا تفاوت شباهتاش با تجمعات 16 آذر. بله، جالب اینجا بود که بسیج دانشگاه‌ها تعداد بسیار زیادی از افراد بسیج رو با کارت جعلی برای جشنی به نام القدیر که جشن میلاد امام علی هستش روانه دانشگاه تهران کرده بودند. هزاران دانشجوی بسیجی و به اونها گاز فلفل و باتون داده بودند که با دانشجویان برخورد بکنن و این برخوردها باعث شد که بسیاری از دانشجویان زخمی و مجروح بشن. اس ام اس هایی پیش از برگزاری مراسم روز 17 تیر در بین دانشجویان بسیجی منتشر شده بود، رد و بدل شده بود که از فتنه سبز صحبت شده بود در این اس ام اس ها و این دانشجویان بسیجی فرا خوانده شده بودند به حضور در دانشگاه ها. گفته میشه که این حضور با هماهنگی دفتر رهبری صورت گرفته و براشون کارت‌های جعلی هم صادر شده و شعارهایی هم بر علیه موسوی سر میدادن این دانشجویان که موسوی اسرائیل پیوندتان مبارک. و همینطور که گفتم من فیلمی رو دیدم نگار که شب هنگام وقتی که این بسیجی ها از دانشگاه برمیگشتن وارد سفارت اشغال شده آمریکا شدند و مشخص شده بود که اونجا سازماندهی شده بودن این بسیجی ها. و یک نکته تأسف آور این که به گفته دانشجویان تأسف آور این که نیروهای بسیجی رو برای سرکوب دانشجویان به کار برده بودن این بار و شاید میخواستن اینطور نشون بدن که در نزد خبرنگاران که این نیروهای مردمی هستن که با نیروهای مخالف نظام دارن برخورد میکنن، یعنی این نیروهای مردمی مدافع نظام هستن به نام بسیج که به مقابله با آشوبگران میپردازن و نمیخواستن نشون بدن که شاید نیروهای پلیس یونیفرم پوش به ناراضیان سیاسی به ایران حمله میکنن یا دانشجویان منتقد. این دو شاید به نوعی میخواستن نشون بدن در نزد افکار عمومی در سطح بین المللی که خب فیلم ها و تصاویری احتمالاً از این تجمعات منتشر میشه. یعنی تعداد نیروهای انتظامی و پلیس که با لباس ها با اونیفرم های خاصشون بودن در مقایسه با نیروهای لباس شخصی کمتر دیده میشدن و دلیلش همون چیزی بود که تو گفتی؟ در مقایسه با سالهای پیش بسیار زیاد، اما در مقایسه با نیروهای لباس شخصی که در درون دانشگاه حضور داشتن به نام بسیج دانشجویی بسیار کمتر بودن. هزاران نیروی لباس شخصی بسیج بدون یونیفرم اما با دارا بودن گاز فلفل و اسلحه سرد و گرم در محیط دانشگاه بودند و این حضور با حمایت و هماهنگی حراست دانشگاه ها صورت گرفته بود. در اصل نیروهای نظامی وارد صحن دانشگاه شده بودند
و نکته جالب اینجاست که خب سال 32 در صحن دانشکده فنی 3 دانشجو کشته شدند به دست به ضرب گلوله نظامیان. 56 سال از اون سال میگذره و همچنان نظامیان در دانشگاه حضور دارند برای سرکوب دانشجویان و همچنان جمهوری اسلامی سعی میکنه که با توسل به زور، یعنی اعتقاد داره که با توسل به زور شاید بتواند اعتراضات رو کنترل بکنه. خب البته این زوری که حالا تو مثالش گفته یا حتی هشدارهایی که نیروهای امنیتی داده بودن، ولی حالا به گفته برخی معترضان 2000 نفر بودن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته بود تعداد معترضین 2000 نفر بودن. یک، این که فکر میکنی که این تعداد با توجه بالا با اونچه که دیدی و شنیدی و خودت پیگیری کردی، آیا 2000 نفر بودن؟ آیا بیشتر از 2000 نفر بودن؟ و آیا اصلا به تناسب هشدارهایی که داده شده این 2000 نفر رقم بالاییه یا نه؟ از مدافعین حکومت بسیجی ها؟ نه، از معترضی، از دانشجویان معترض. خب دانشجویان معترض در شرایطی وارد دانشگاه شدن که هشدارهای مقامات امنیتی و نظامی وجود داشت و اونها رو نهی می‌کردن از حضور در دانشگاه، ولی نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرهای دیگه مانند مشهد و شیراز هم این حضور پررنگ بود. اما در برابر یک آرایش نظامی نیروهای بسیج وجود داشت که از اونها اول به 7000 نفر نام بردن، بعد 3000 نفر، 2000 نفر، بعد دیروز هم جمعی بالغ بر 1200 نفر حلقه کردند اعتراضات دانشجویی رو و باشون برخورد کردند. یعنی دانشجویان با و پیش از این هم بسیار از دانشجویان بازداشت شده بودند، بسیار از فعالین دانشجویی بازداشت شده بودند و یک فضای بسیار امنیتی و بسیار فضای در یک فضای بسیار سختی دانشجویان پا گذاشتن بر میدان. خودشون به عنوان یکی از پرشورترین مراسم های 16 آذری که در طی سالهای گذشته برگزار شده از این مراسم نام بردن. یکی از ویژگی های این مراسم بوده و همینطور یک ویژگی دیگه این بوده که در سال گذشته خب شاید یک سری طیف های مختلف جنبش دانشجویی مراسم های مختلفی برگزار میکردن، شاید یه مقدار تضادها و درگیری های ایدئولوژیک وجود داشت بین طیف های مختلف جنبش دانشجویی، چپ راست، لیبرال ها، چپ ها، اسلامی ها، رفورمیست ها و اونهایی که تغییرات بنیادین رو طلب میکنن در ایران، ولی این بار همه متحد شده بودند برای اعتراض به دولت کودتا و یکی از نقاط قوت این اعتراضات و این مراسم بود به گفته خود دانشجویان که در مراسم در بیانیه‌های خودشون بهش اشاره کردن. بله کیانوش، خیلی ممنون. و اینکه به عنوان آخرین سوال، اینکه خب تجمعات روز دانشجو معمولا در همون روز حالا یا از صبح شروع میشه یا از بعد از ظهر شروع میشه، ولی طی سالهای گذشته تنها در همون روز بوده، در حالی که امسال ما میبینیم که روز 17 آذر هم باز اعتراضاتی صورت گرفته، بازداشت هایی صورت گرفته. آیا این هم یکی از اون تفاوت هایی که نسبت به سالهای گذشته در ارتباط با روز خب دانشجو ما دیدیم؟ اعتراضی که دیروز در دانشگاه ها اتفاق افتاد در بیشتر اعتراض بود به برخوردی که صورت گرفت در روز قبل از اون، در روز 16 آذر ما با دانشجویان. دانشجویان بسیار عصبانی بودند از بازداشت دوستای خودشون و از سرکوب شدید اعتراضشون در روز 16 آذر ما و آمدن در دانشگاه اعتراض کردند و اعتراض کردن به اعمال زور و خشونت از طرف حکومت. و امروز هم جالب اینجا بود که آقای محسنی اجایی میگوید که اغمازی با مخالفین دیگر قرار نیست صورت بگیره، گویا در گذشته اغماز میشده این همه بازداشت، این همه زندان و شکنجه. ولی در برابر خب برحال دو گروه هستن. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از کسانی هستش که در این طیف از سران حکومت پی برده به این فضا، به بحران پی برده و اینجا علنی میکنه و میگوید که فضای باز سیاسی باید برقرار بشه. اما در برابرش کسانی هستن مانند محسنی اجایی که همچنان اصرار میورزن به استفاده از زور و فکر میکنن که استفاده از زور میتونه شاید این بحران رو فرو بکاهه و جلوی اعتراضات احتمالی رو بگیره. بله. مرسی کیانوش، خیلی ممنون از توضیحاتت مثل همیشه.